ده ها کشور و چندین سازمان جهانی نگران وضعیت حقوق بشر در ایران. در 60 دقیقه امشب از تلاشی بین المللی برای تحقیق همه جانبه در این باره خواهیم گفت. از مهمانان برنامه میپرسیم که چطور کارزاری بین المللی برای حسابرسی به پرونده حقوق بشری ایران شکل گرفته و این کارزار تا کجا پیش میرود. همچنین در برنامه امشب، لبنان اسیر بلا تکلیفی سیاسی مصطفی ادیب ناکام در تشکیل دولت استعفا کرد. 2,500,000 دوز قرار هست که در اختیار همکارمون در معاونت های بهداشت طبق پروتکلی که تعریف شده، گروه هایی که تعیین شده که باید بزنن، اونا به صورت رایگان میتونن واکسناشون رو دریافت بکنن. معمای واکسن آنفولانزا در دوران شیوع کرونا قیمت چند است و اولویت با کیست؟ محمل بدار ای ساره با تندی من با کاره ما. و نگاهی به موسیقی جنگ در 40مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در ماه‌های اخیر میلیون‌ها بار نام حکومت ایران در کنار کلمه اعدام قرار گرفته، در شبکه‌های مجازی، رسانه‌های بین‌المللی و در مجامع حقوق بشری. علاوه بر این، عبارت جمهوری اسلامی در این مدت بیشتر از قبل با شکنجه گره خورده و با اعتراف اجباری و بدرفتاری با زندانیان. در تازه ترین تحولات، 8 گزارشگر ویژه سازمان ملل ادامه بازداشت نسرین ستوده را خودسرانه دانستند. یک وکیل مدافع حقوق بشر زندانی در ایران که بعد از نزدیک به 40 روز اعتصاب قضای خود را شکست. نگرانی از حقوق بشر در ایران 47 کشور دیگر را هم به انتقاد واداشته، خصوصا چندین کشور اروپایی را. انتقاد از کارنامه حقوق بشری ایران امری تازه نیست، ولی چطور این بار موج بین المللی به پا کرده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. هفته گذشته در پارلمان فرانسه، این نماینده پارلمان میگوید 40 روز از اعتصاب قضای نسرین ستوده گذشته. دولت برای آزادی او و آزادی فریبا عادل‌خواه، دو ملیتی فرانسوی ایرانی، چه کرده؟ مینیستر دل اروپا و دیز افرز اترانجر. وضع رو به وخامت حقوق بشر در ایران و ادامه اسارت دو ملیتی ها به نگرانی عمده‌ای برای جامعه جهانی تبدیل شده و مشکلی بزرگ برای دولت ها. مرسی مسیو. و این وزیر خارجه فرانسه در اقدامی کم سابقه در صحن پارلمان از وضع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. نسرین ستوده. Et merci, mesdames et messieurs. او گفت نسرین ستوده تنها به علت دفاع از موکلش به زندان افتاد. او گفت او و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از مقام های ایران خواستند او را آزاد کنند. هفته پیش سفیران ایران در لندن، پاریس و برلین به وزارت خارجه سه قدرت اروپایی احضار شدند تا اعتراض این سه کشور به آنها تفهیم شود. اعتراض به وضع وخیم حقوق بشر در ایران. اعتصاب قضای نسرین ستوده، 57 ساله، برنده مهمترین جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا، جایزه ساخاروف، خیلی ها را در دنیا تکان داد. و وضعیت دو ملیتی ها در کشورهایی که آنها تابعیان هستند خیلی ها را قانع کرده که ایران با اسیر کردن آنها گروگانگیری می کند و باج خواهی، چیزی که دولت‌های این کشورها را تحت فشار گذاشته که اقدام کنند. خبرهایی از اعدام‌های پیاپی در ایران و به خصوص اخیراً اعدام نوید افکاری کشتیگیر هم همه را متوجه وضع وخیم حقوق بشر در ایران کرده است. دیروز در ژنو در شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی عمیق 47 کشور جهان از نقض مستمر حقوق بشر در ایران. Madam President, I have the honor to deliver this statement on behalf of 47 countries. نماینده آلمان به نمایندگی از این کشورها از نقض حق بیان در ایران گفت، از نقض حق اجتماعات، از دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه،
محاکمه های ناعادلانه، اعتراف های اجباری، اعمال شکنجه. او به نیابت از 47 کشور استفاده ایران از حکم اعدام را محکوم کرد. همینجا سازمان های مدافع حقوق بشر هم خواهان تحقیق جامعه سازمان ملل شدند در زمینه وضع وخیم حقوق بشر در ایران. جالب این که نماینده ایران بحث های کلی درباره این موضوع را انحراف بزرگی دانست از اهداف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل. او گفت جای تأسف دارد که برخی کشورها تنها به طور گزینشی نقض حقوق بشر را در کشورها محکوم می کنند و عیب های خودشان را نمی بینند. او گفت اقدامشان یادآور رفتار استعماری آنهاست. اما این حرف ها نه در داخل از نارضایتی ها کم می کند و نه در خارج از نگرانی ها. وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ایران در شرایطی که کشور تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی آمریکاست خودش عاملی است برای بی‌ثباتی بیشتر حکومت و نابسامانی در کشور. کسرا نجیب، بی بی سی. آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر از سازمان ایمپکت ایران از لندن با ما هستند. خانم پورزند، کارنامه حقوق بشری ایران باعث اعتراض 8 گزارشگر سازمان ملل شده، ده ها کشور دیگه هم وارد شدن. چطور شده که حد واکنش در سطح بین المللی به اینجا رسیده؟ بله، خب همونطور که شما گزارشتونم ذکر کردن، ما واکنش در واقع جهانی داریم میبینیم نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران. و خب همونجوری که میدونید، خب برای هر کدوم از همین بیانیه ها یا گزارش هایی که منتشر میشه و حمایت کشورهای مختلف یا گزارشگرهای ویژه مختلف سازمان ملل رو در بر میگیره، ارگان های حقوق بشری معمولا خیلی سعی و تلاش میکنن که خیلی از این تلاش ها پشت صحنه هست و حالا از حوصله برنامه خارج جزئیاتش گفتن. ولی واقعیتش اینه که این بار و فکر میکنم که استثنا نباشه، ولی واقعیتش اینه که این بار این خود مردم ایران بودن و خانواده های نظیر خانواده نوید افکاری و خانم نسرین ستوده و خود زندانیان، یعنی مثلا خود نوید افکاری و خود خانم ستوده و زندانیان دیگر و خانواده های دیگر که وجود این که میدونن و میدونستن که هزینه ساز این کار براشون، اومدن و مدارک و اسنادی رو کردن و در این حال همونطور که گزارش شما گفت، در گزارشتون گفتین، میلیون ها کاربر ایرانی در کارزار اعدام نکنید شرکت کردن در ماه ها و هفته های گذشته و خود اعتراض نسبت به اعدام نوید افکاری. و این به جایی رسید که من فکر میکنم که هم گزارش گران ویژه سازمان ملل هم کشورهایی که اعتراض کردن دیگه نمیتونستن سکوت کنن، با وجود اینکه شاید به هر حال منافع سیاسی و اقتصادی زیادی داشته باشن که باعث بشه سکوت کنن، ولی به نظرم کارنامه جمهوری اسلامی و نوع اعتراض پیوسته مردم و خانواده های زندانیان سیاسی به جایی رسیده که مجبور شدن این کشورها و این گزارشگران سکوتشون رو بشکنن. از اروپا انتقاد میشد که خصوصا بعد از برجام چندان موضوعات حقوق بشری در ایران رو با حساسیت دنبال نمیکنه. این انتقاد رو وارد میدونست؟ ببینید، به هر حال برای ما که در سازمان هایی کار میکنیم و فعالیت میکنیم که کارمون این هستش که وضعیت حقوق بشر در ایران به جهان یادآوری کنیم و ازشون حمایت بطلبیم، میدونیم که خیلی کار سختیه از کشورهای مختلفی همچین انتظاری داشتن که بیان و موضع‌گیری بکنن، به دلیل اینکه خب اتحادیه اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا مثل کشورهای دیگه هم همونطور که گفتم منافع سیاسی اقتصادی دارن. خب به خصوص مثلا از همون اوایل قضیه برجام که برمیگرده به پیش از دولت در واقع ترامپ و این فشار حداکثری و اینا، به هر حال اروپا موضعش یکمی مشخص تر از قبل بوده، میخواسته که برجام رو نگه داره و سخت بوده، یعنی برای ما خیلی سخت بوده که کشورهای اروپایی رو در واقع
واقع تشویق کنیم که بیان و به صورت علنی صحبت کنن. شده که غیر علنی به هر حال پشت صحنه فعالیت‌های انجام بدن برای دفاع از حقوق بشر، ولی سخته که ازشون انتظار کار علنی رو داشته باشیم. و میگم من فکر می‌کنم که حتی وقتی که کشورهایی هستن مثل کشورهای اتحادیه اروپا، و توی همین 47 کشور شما می‌بینید که بیش از فقط اروپا بوده، یعنی کشورهای چند تا کشور آمریکای لاتین بودن، چند تا کشورهای دیگه، و به جایی رسیده که کارنامه جمهوری اسلامی که حتی با وجود این منافع سیاسی و اقتصادی به نظر نمیاد که بتونن سکوت کنن. یعنی این برای جمهوری اسلامی هم به نظر من زنگ خطریه، چون خیلی همیشه حساب کردن روی این منافع اقتصادی و سیاسی. در مناسبات بین المللی از اقتصاد خصوصا به عنوان یک اهرم استفاده میشه، از منافع سیاسی و اقتصادی حرف به میون اومد. با این وضعیتی که در رابطه ایران و اروپا مثلا هست، کشورهای اروپایی چه اهرمی دارند؟ کشورهای اروپایی به نظر من خیلی اهرم یعنی مهمی هستند، به دلیل اینکه خب برخلاف وضعیتی که ایران با آمریکا داره، به هر حال کشورهای اروپایی رابطه دیپلماتیک با ایران دارن. و باز هم من فکر میکنم برخلاف اظهارات حالا ایران که برجام و نتونسته اروپا در اون حدی که باید حفظ کنه و همه این حرفا، به هر حال ایران من فکر میکنم همچنان امیدواره که بتونه در واقع رابطه اقتصادی و سیاسیشو با اروپا ادامه بده. و بنابراین این که اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا ممکنه بیش از پیش فشار بیارن روی ایران در مورد مسائل حقوق بشر، میتونه در واقع برای ایران خیلی هزینه ساز باشه در این شرایطی که ایران توش هستن از نظر اقتصادی و سیاسی. و خب ایران واقعیتش اینه که موقعیت خودش رو تضعیف کرد با نوع برخوردی که در آبان سال گذشته کرد با تظاهر کنندگان، و اروپا خیلی از خودش در واقع خیلی واکنشی نشون نداد اونقدر که باید. و بعد هم مسائل کرونا و حالا مسائل دیگه پیش اومد. ولی من فکر میکنم برای ایران هم این هشداری بوده که انتظارش رو نداشته، یعنی فکر میکرده که خب گذشت، حالا دیگه مسائل آبان مسائل گذشته است و الان دیگه داریم مثلا نزدیک میشیم به انتخابات آمریکا و همه اینها. فکر میکنم فکر نمیکردن که یه همچین واکنشی از اروپا دریافت کنن. اینکه آیا ایران رفتارش رو در حد حتی حد اقلی عوض میکنه یا نه، این خب به هر حال ایران سماجت میکنه در مورد نقض حقوق بشر، این رو نمیدونم، ولی میدونم که به هر حال هزینه ساز واکنش اروپا براشون و زنگ خطریه. ممنونم از آزاده پورزن، پژوهشگر حقوق بشر از سازمان ایمپکت ایران در لندن. هادی قائمی، مدیر مرکز حقوق بشر ایران از شهر نیویورک هم با ما هستند. آقای قائمی، اخیراً در مورد اعدام‌ها شاهد فضای متفاوتی در افکار عمومی بودیم، تا جایی که البته قابل اندازه‌گیری بود. قبلاً گفته می‌شد که حقوق بشر در بین عامه مردم در ایران اولویت نیست. آیا فضا عوض شده؟ بله، با سلام به خدمت شما و بینندگانتون. من فکر میکنم که اتفاقات یک سال گذشته درون ایران تأثیر بسیاری داشته، هم بر چگونگی نگرش مردم عادی به وضعیت حقوق بشر. بسیاری از قشرهای مختلف و مردم هم اکنون تجربه خیلی ملموسی دارن در یک سال گذشته، و هم برای دنیای خارج و ارتباطات بین المللی که صحبت میکنیم. و نقطه عطف اون رو میشه گفت اتفاقات آبان ماه پارسال بود، که با قطع اینترنت و کشتار وسیع صدها معترض، حکومت ایران نشون داد که نه تنها اجازه اعتراضات مسالمت آمیز رو نمیده، بلکه کاملا بی‌اعتنا هست هم به درخواست‌های مردم هم به جان آنها. به یاد نبریم که این کشتار جدا بی‌سابقه بود در خیابان‌ها، که بیان و تیراندازی کنن از لحظه اول با قصد کشتن، این کاملا مستعد شده. و بلافاصله بعد از اون سقوط هواپیمای اوکراینی رو می‌بینیم دوباره، و نحوه برخورد حکومت ایران که نه تنها هیچ گونه نگرانی ابراز نمی‌کنه که صدها ایرانی رو 180 ایرانی و چندین خارجی در اون کشته میشن، بلکه دوباره سعی بر
سرپوشی بر اون و پنهانکاری داره. و بعد میبینیم که زندان‌ها شروع میشن با پر شدن، مملو شدن از اقشار مختلف از کارگران گرفته. از یاد نبریم نوید کارگری یک کارگر گچساز ساده در شیراز بود و امروز 3 تن از اعضای کانون نویسندگان در بحران کرونا به زندان برده میشن. پس دنیای خارج میینه که همه قشرهای مردم ایران امروز معترض هستن و صداشون رو شنیده و فرهنگ مردم هم در قبال اعدام توی این یک دهه گذشته بسیار تغییر کرده. همین 6-7 سال پیش بود که حکومت جرأت میکرد اعدام علنی در خیابانها انجام بده و متاسفانه میدیدیم که ممکنه صدها و حتی هزاران تن از مردم صبح زود به تماشای اون برن. ولی اون نحوه برخورد کاملا عوض شده و احکام اعدام برای معترضین بسیار تکان دهنده است به نظر من برای میلیون ها ایرانی، چون خودشون رو جزئی از این افراد رو جزئی از خودشون میبینن و میبینن اگه امروز اعتراض نکنن فردا نوبت خودشون خواهد شد. و دنیای خارج هم اینه که این حکومت مشروعیتش رو در قبال مردمش بسیار از دست داده و تا حدی داره صدای مردم ایران رو میشنوه که این خفقان قابل تحمل نیست. و البته روی محاسبات ارتباطات خارجی و سیاست خارجی اروپا و دیگران هم تأثیر گذاره، چون میبینن که این حکومت قابل اعتماد نیست و اصلا برای مردم خودش ارزش قائل نیست. پس در مراودات دیگه هم شک و تردیدهای بسیاری هست که آیا این حکومت که حتی همون سیاسیون خودش رو هم کنار گذاشته و بیشتر و بیشتر داره محدود میشه به گروه خیلی خاصی، آیا این حکومت قابل اعتماد هست یا نه؟ آقای قائمی، شما به فشارهای سازمانهای مدافع حقوق بشر هم اشاره کردید. اعدام نوید افکاری که اسمش اینجا چند بار مطرح شد، نوید افکاری نشان دهنده کارآمدی کمپین‌های دفاع از حقوق بشر یا اینکه ممکنه گاهی وقتا در مورد حکومت ایران برعکس عمل کنه؟ ببینید، ما نمیدونیم چه کسی تصمیم گرفت که شبانه نوید رو اعدام کنند. این تصمیم به نظر من از بالاترین سطوح بوده و تلاش کلی قوه قضاییه اینه که فضای تاریک دهه 60 رو دوباره تکرار کنند، که اونقدر اعدام بشه و حکومت آمادگی برای اعمال خشونت داشته باشه که مردم رو به سکوت بکشند. ولی که آنچه که مهم بود در مورد پرونده نوید این بود که هم ایرانیان و هم دنیای خارج رو مطلع کرد که به دنبال چه نوع پروسه هایی در دادگاه های ایران حکم اعدام چپ و راست هم صادر میشه و هم اجرا میشه. و خود نوید تونست از درون زندان از اول اون صداش رو به دنیای خارج برسونه و این نکته خیلی مهم هست که ما میبینیم جزئیات این پرونده ها و تصمیم گیری ها و عجله برای این کشتارها بسیار رو بیدار کرده که وضعیت قوه قضاییه و سرکوب در ایران بسیار بحرانیه. سپاسگزارم از هادی قائمی، مدیر مرکز حقوق بشر در نیویورک. مصطفی ادیب نخست وزیر لبنان اعلام کرد تلاش برای تشکیل دولت را رها کرده و کنارگیری می‌کند. آقای ادیب نزدیک یک ماه تلاش کرد جناح‌های سیاسی رقیبش را متقاعد کند تا بر سر تشکیل یک کابینه جدید توافق کنند. گزارش‌هایی از اختلاف نظر بر سر وزیر دارایی منتشر شده. او تلاش می‌کرد دولتی تشکیل دهد تا لبنان را از بحران شدید اقتصادی نجات دهد. از سال گذشته در لبنان اعتراض‌هایی به وضعیت بد اقتصادی، فساد و ناکارآمدی دولت برگزار شده. فواز جرجس، استاد خاورمیانه مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن، از همین شهر با ما هستن. آقای جرجس، مشکل گویا بر سر وزارت دارایی بوده. آقای ادیب دقیقاً چه چیزی میخواسته که عملی نشده؟ فقط بحث وزارت دارایی نبود، واقعا درباره امتیازات و منافع هیئت حاکمه سیاسی بود. واقعا بحث اصلی بر سر این بود. به نظر من در تحلیل نهایی نظم موجود برنده شد. هیئت حاکمه سیاسی برنده شده. هیچ اتفاقی با اجماع و توافق هیئت حاکمه اتفاق نخواهد افتاد. با وجود اینکه وزارت دارایی واقعا در کانون این مشکل قرار داشت،
اما مشکل واقعی درباره توزیع قدرت بین بازیگران مختلف لبنان بود. واقعیت اینه که اون نمیتونست دور بزنه افراد مختلف در هیئت حاکمه رو، فرقه های مختلف در داخل این گروه ها و این نظم سیاسی رو. ملک سلمان در سخنرانی خودش خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل انگشت انتقاد رو به سمت حزب الله برد در قضای لبنان. موضع حزب الله چی بوده؟ حزب الله و سازمان عمل، چون میدونی اساساً حزب عمل یک حزب سیاسی شیعه هست، این دو تأکید داشتن که وزرای خودشون رو در کابینه دولت معرفی و پیشنهاد بکنند، اما حالا اونها میخواستن که خودشون این وزرا رو معرفی کنن، نمیخواستن هیچ کدوم از دیگر بازیگران قدرت وزیر رو معرفی بکنن. بر همین بحث واقعا بحث اینه که قدرت دست کیه. حزب الله داره میگه ببینید انتخابات در لبنان نشون داد که اکثریت طرفدار حزب الله و متحدانش هستند، شما نمیتونین علیه اینها کاری بکنین. اما مشکل واقعی این جنگ قدرت بین حزب الله و طرفداران و متحدانش از یک سو و سعد حریری و متحدانش از طرف دیگه هست. واقعا درگیری یا مشکل بین حزب الله و مصطفی ادیب نخست وزیر معرفی شده نبود، اما بین اردوی حزب الله و اردوی حریری است. بازم به نظر میاد که بنبست ایجاد شده بین ائتلاف طرفدار عربستان سعودی و همینطور ایران. کسی هست که بتونه این وضعیت رو تغییر بده، بالاخره لبنان دولت جدید خودش رو شکل بده؟ واقعا اینی که شما الان در سوالتون پرسیدین جوهرمایه این موضوع هست. بحث ائتلاف عربستان و نیروهای تحت حمایتش هست و نیروهای ایران تحت حمایتش. واقعا یک جنگ راه دوره بین عربستان و متحدانش و ایران و متحدانش. رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون ابتکار عملش، ایدهش این بود که یک دولت خونسای در لبنان باشه که ادیب رهبرش باشه که وزرا رو معرفی بکنه. اما واقعیت اینه که وقتی ادیب خواست به تنهایی دولت رو تشکیل بده، درگیر این جنگ قدرتی که الان گفتم در لبنان شد. واقعا بدون مداخله فرانسوی‌ها در این مقطع فکر نمی‌کنم که لبنان بتونه از این بنبست خارج بشه. لبنان در آستانه فروپاشی اقتصادی است. تا دو سه ماه آینده لبنان خزانه‌اش خالی میشه، نمیتونه دارو وارد کنه، نمیتونه غذا وارد بکنه. شاید فرانسوی ها بخوان وارد بشن و سعی کنن که بین این دو تا بلوک قدرت در لبنان میانجیگری کنن. این واقعا امید همه ما هست، برای اینکه بدون مداخله فرانسوی ها لبنان خیلی راحت میتونه به یک وضعیت سرشار از هرج و مرج در ظرف هفته ها و ماه های آینده برسه. ممنونم از فواز جرجس، استاد خاورمیانه مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن. و ما در سومین اوجگیری شیوع کرونا در ایران، شمار رسمی جانباختگان در طول 24 ساعت گذشته به 172 نفر رسیده. مقام ها میگویند کسانی که در فضاهای عمومی ماسک نمیزنند و یا توصیه های بهداشتی را رعایت نمی کنند جریمه خواهند شد. همزمان اولین مرحله توزیع رایگان 1.5 میلیون واکسن آنفلوانزا شروع شده، اما فقط شامل گروه های آسیب پذیر می شود. این محدودیت در شرایطی است که داروخانه ها هنوز به واکسن دسترسی ندارند و نگرانی هایی از قاچاق آن وجود دارد. فرنوش امیر شاهی گزارش می‌دهد. دوز قرار هست. اعلام مرحله اول توزیع رایگان واکسن آنفولانزای وارداتی بعد از تأخیر طولانی، آن هم فقط برای گروه خاص با شرایطی ویژه. خانمای باردار باید بزنن. بیماری های صعب العلاج که مخصوصا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی رو مصرف میکنن باید بزنن و بیماران پیوندی باید بزنن.
هنوز خبری از توزیع واکسن به داروخانه‌ها نیست و مقامات وزارت بهداشت گفتن زمان آن بعداً مشخص می‌شود. تعداد بیماران شناسایی شده سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه گفت قرار است حدود 12 میلیون دوز واکسن آنفولانزا با ارز دولتی خریداری شود و قیمت آن حدود 42 هزار تومان خواهد بود. او گفته اگر تقاضا بیشتر باشد ممکن است با ارز نیمایی هم واکسن خریداری شود که در این صورت قیمت آن بالاتر خواهد رفت. شروع فصل سرما و همزمانی ابتلا به آنفولانزا با شیوع کرونا تقاضا برای واکسن آنفولانزا را بیشتر کرده، اما امسال این واکسن نایاب شده. 15 شهریور می‌رفتم واسه زدن واکسن، ولی امسال هر جایی رفتم اصلا واکسنش موجود نبوده. هر جا رفتیم هیچی نداره این واکسنی که ما استفاده کردیم. چرا نیست؟ پرسیدیم میگن نیست تو بازار اصلا. مسئولان دولت علت را در تحریم‌ها و تأخیر در تأمین ارز عنوان کردند. وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه مکلف به تأمین 22 میلیون یورو برای واردات دارو شدند که تأمین شد، اما به دلیل تحریم‌ها در حساب‌های بانکی ترکیه متوقف شده و به دست شرکت مذکور نرسیده است. طبیعتاً تا زمانی که مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز نشود، واکسن آنفولانزا هم به ایران تحویل داده نمی‌شود. با وجود چنین محدودیت‌ها و اولویت‌مندی‌های سختگیرانه‌ای، وزارت بهداشت تصمیم گرفت اولین محموله واکسن آنفولانزا را به مجلس اختصاص دهد. انتشار فاکتوری از واگذاری 1500 دوز واکسن به مجلس در طبقه بندی غیر نقدی واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. کار تا جایی پیش رفت که مجلس ناچار شد این واکسن‌ها را پس بفرستد. اما عمومی شدن آن نشان داد که مسئله خیلی هم ربطی به تحریم و مشکلات ارزی نداشته. 25 روز است واکسن وارد انبارهای شرکت پخش دارو شده، اما بنابر دستور وزیر بهداشت بنا شده تا واکسن تنها در اختیار معاونت بهداشت وزارتخانه قرار بگیرد تا آنها عرضه آن را آغاز کنند. این زمانسوزی به چه علت ایجاد شده؟ پزشکان میگویند بعد از تزریق حدود 2 هفته طول میکشد تا آنتیبادی در بدن تولید و ایمنی ایجاد شود. بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا از 15 شهریور ماه تا 15 مهر ماه است، ولی گروه هایی که نیازمند هست که واکسن بزنند هر زمانی که موفق شدن واکسن رو تهیه بکنند واکسن رو تزریق کنند. اما با وجود چنین توصیه هایی هنوز قفسه داروخانه ها از واکسن آنفولانزا خالی است و همین این نگرانی را تشدید کرده که واکسن ها سر از بازار سیاه با قیمت های گزاف در بیاورند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. صدای تعدادی از مخاطبان بی بی سی فارسی رو هم بشنویم که از دغدغه های خودشون برای دسترسی به واکسن آنفولانزا میگن. از خیلی وقت هستش، تقریبا هم خیلی پیگیری کردن در برای واکسن آنفولانزا و حالا که فهمیدم حالا رسیده و اینها، متاسفانه تقریبا هیچ جا نیست. یعنی هر جایی که فکرشو کردم به هر صورتی که پیدا نمی کنم، نیست. نگرانی هایی که دارم رو که خب معلومه که دارم، خب آدم دیگه جونشو دوست داره، مثل بقیه، مثل خودشون، مثل همه مسئولین بی‌عرضه این مملکت، ما هم آدمیم دیگه. و خیلی ناراحتم که اینطوری داره با جون همه بازی میشه و کاری هم نمیشه، از هم بر نمیاد. و اینکه امروز که فهمیدم 3 تا قیمت داره و قیمتی که شاید اگر گیره که مثلا افرادی مثل من بیاد، فکرم اون بالاترین نقطه است در این حده، یعنی بالای 200,000 تومان. و اون چیزی که گفتن مصوب 40 تومان، این حرف اصلا همچین چیزی نیستش. باز اگر بتونم گیر بیارم، اگر مردم مرتب دارن مراجعه میکنن، که البته مراجعات کلن بیمورده، چون داروخانه ها اظهار بی اطلاعی میکنن و اونا هم از رسانه ها شنیدن و همین ترددهای بیمورد خودش احتمال ابتلا به کرونا رو افزایش میده، مخصوصا در محیط داروخانه. اون چیزی که باعث نگرانی میشه اینه که شاید واکسن آنفولانزا هم به سرنوشت ماسک دوچار بشه، چون در مورد ماسک هم در چند ماه اخیر مرتب اعلام شده که به زودی به نرخ مصوب در داروخانه ها توزیع میشه، ولی عملا تا حالا کسی نتونسته ماسک رو با نرخ مصوب دریافت کنه. مورد دیگه اثرگذاری واکسن آنفولانزا است،
چون گویا از زمان تزریق تا اثرگذاری 2 ماه زمان لازم داره. یعنی اگر که ما تا آخر همین مهر ماه هم بتونیم واکسن آنفولانزا رو دریافت کنیم، عملا فصل پاییز رو از دست میدیم و اثرگذاری این واکسن فقط برای زمستان خواهد بود. هیچ نوع واکسنی توزیع نشده و صحبت 2.5 میلیون دوز واکسن آنفولانزا به قیمت 4200 دروغ محض و با توجه به پیگیری این جانب به دلیل نیاز مبرم به واکسن به دلیل بیماری زمینه‌ای هنوز که هنوز موفق به گرفتن چنین واکسنی و تزریق این واکسن نشدم. صدای شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی بود که در مورد نگرانی‌های خودشون می‌گفتند. اما دکتر محمد جواد امان، پزشک و میکروبیولوژیست از واشنگتن آمریکا با ما هستند. دکتر امان، شما بگید واکسن آنفولانزا چقدر ممکنه که برای مهار کرونا هم توصیه بشه؟ بله، واکسن اینفلوئنزا برای مهار کرونا هیچ کاری انجام نمیده، چون این دوتا ویروس با هم دیگه تفاوت خیلی زیادی دارن، هیچ تأثیری نداره. در این مورد هم کاملا مطالعه شده سال گذشته که گرفتن واکسن اینفلوئنزا جلوی ابتلا به کرونا رو نمیگیره، ولی ابتلا به کرونا رو هم تشدید نمیکنه. این از نکته اول. اما علت این که الان گرفتن واکسن اینفلوئنزا فوق العاده مهم شده، این هر سال مهمه ولی امسال به خصوص مهم هست، اینه که این دو تا ویروس با وجودی که از نظر ژنتیکی به هم شباهت ندارن، ولی از نظر زمان چرخششون، یعنی از نظر فصلی خیلی شبیه، علائمش خیلی شبیه هست، و وقتی که این دو تا همزمان به چرخش در بیاد در جامعه، خطر اصلی که به وجود میاره این هستش که تعداد کسایی که بیماری های تنفسی دارن به طور غیر عادی میره بالا، و این میتونه کادر درمانی کشور کاملا اشباع و یا حتی فلج بکنه. در ضمن برای این کادر درمانی این مسئله خیلی میتونه سردرگم کننده باشه، به خاطر اینکه در شرایطی که الان کووید وجود داره پزشکان پرستارا خیلی حساسن به این. اولین نگرانی یا حتی خود مردم اولین نگرانیشون اینه که کرونا گرفته باشن. در نتیجه بیشتر به دکتر مراجعه میکنن، باید تست بشن، تست بیشتری لازم هستش. خب خیلی از اینا معلوم میشه که کرونا نبوده، اینفلوئنزا بوده، بتونن درمانش بکنن، ولی از نظر بار و فشاری که میاره روی سیستم درمانی کشور میتونه کمرشکن باشه، میتونه فشار کار انقدر زیاد کنه که پزشکا پرستارا دیگه بتونن در خطر قرار بگیرن. به همین دلیل واکسن اینفلوئنزا استفاده ازش الان فوق العاده مهمه. علاوه بر این نکته دیگه ای هم هستش که ما هنوز نمیدونیم به چه شکل ممکنه به اصطلاح رو کووید تاثیر بذاره. اونم اینه که اگر یه نفر هر دو تا عفونت رو همزمان بگیره، پارسال وقتی که این ویروس اومد، کرونا اومد، در اواخر فصل اینفلوئنزا بود و یه مطالعات کوچیکی شده و یه تعداد افرادی هم گزارش شده که همزمان این دو تا ویروس رو گرفتن و بیماریشون خیلی شدید بوده. ما الان وارد یک فصل جدید داریم میشیم و باید متوجه اینجور خطرات باشیم. اشاره شد در گزارش هم که ممکنه واکسن آنفلوئنزا از بازار سیاه سر در بیاره. اونهایی که حالا بهشون توصیه میشه واکسن بزنن، واقعا به خطرش میارزه که از این بازار واکسن رو تهیه کنن؟ ببینید، علل اصول هر گونه دارو یا واکسنی فقط باید از مراجعی خریداری بشه که مجوز این کار رو دارن، و به طور کلی اصولا هیچ دارو یا واکسنی از بازار سیاه قابل اعتماد نیست. من البته شرایط رو درک میکنم در ایران که ممکنه بعضی ناگزیر بشن و این کار رو میکنن، و متاسفانه کسانی هم هستن که از این ناگزیری مردم سوء استفاده میکنن،
ولی به هر حال به عنوان یک آدم کارشناس این رشته من نمیتونم به کسی توصیه بکنم که از بازار سیاه همچین چیز رو تهیه بکنه، چون معلوم نیستش که واقعیه یا ساخته بود. رعایت فاصله اجتماعی و احتیاطایی که این روزها در خیلی از جای دنیا بخشی از زندگی ما شده، آیا این شرایط ممکنه که در جهت مهار یا محدود کردن آنفولانزا هم مؤثر باشه و به این شکل خطر اون بیماری رو هم کمتر بکنه؟ بله درست، کاملا درسته. و این فاصله گیری اجتماعی اگر درست رعایت بشه، همونطور که تعداد کووید رو میاره پایین، میتونه تعداد اینفلوئنزا رو بیاره پایین. به همین دلیل من فکر نمی کنم که ما امسال با تعداد موارد بیشتری از اینفلوئنزا روبرو باشیم در مقایسه با سالهای قبل، ولی مشکل اون چالشیه که برای سیستم درمانی ایجاد میکنه. ولی حرف شما کاملا درسته، این امکان هست. متراسه با اینکه چقدر خوب مردم رعایت بکنن، رعایت این اصول جلوی هر دو تا بیماری رو میگیره. بسیار ممنونم آقای دکتر. دکتر محمد جواد امان، پزشک و میکروبیولوژیست از آمریکا. مدیر عامل بورس تهران میگوید که معامله های روز و الگوریتمی تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود. با تصمیم جدید بورس تهران، خریداران سهام نمیتوانند در همان روزی که یک سهم به خصوص را خریدند آن را بفروشند. معامله های الگوریتمی هم معامله هایی هستند که به واسطه برنامه های کامپیوتری و مدل های آماری در واکنش به تحولات بازار به صورت خودکار انجام می شوند. شاخص کل معاملات بازار بورس تهران بعد از ماه رشد در یک ماه اخیر بیشتر از 20% سقوط کرده. همزمان در ادامه روند افزایش قیمت ارز در ایران، امروز قیمت دلار از مرز 29000 تومان گذشت و در بازار آزاد تا قیمت 29300 تومان هم فروخته شد که البته در پایان روز قیمت به زیر 29000 تومان بازگشت. قیمت دلار اوایل سال جاری حدود 16000 تومان بود. مهدی الیاسی روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران با ما هستند. آقای الیاسی، بد نیست که اول به زبان ساده بگید که معنای ممنوعیت داد و ستد یا معامله روزانه به شکل الگوریتمی چیه؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. خب همونطور که شما هم فرمودید، یعنی کسی که در یک بار در روز خرید کرد، طبیعیه که در اون روز نمیتونه بفروشه، باید صبر کنه و اولین فروشش رو در روز بعد انجام بده. خب بعد چرا این تصمیم رو گرفتن؟ آیا کمکی میکنه به وضعیت بازار بورس؟ بله، تصمیم بعدی نبود از این جهت که جلوی نوسانگیری رو میگیره. خب خیلی از این شرکت‌های حقوقی در طول روز نوسانگیری میکردن، یعنی بالا پایین رفتن قیمت‌ها استفاده میکردن، همون روز صبح می‌خریدن، یکی دو ساعت بعد می‌فروختن. خب طبیعیه که این کار تصمیم درستی بود به نظر من و جیمه جلوی سفته بازی و نوسانگیری رو میگه. در مجموع الان وقتی این کاهش 20% رو هم نگاه میکنیم، به نظر شما وضع بورس بده یا نگران کننده نیست؟ عرضم به خدمتتون، به نظر من بورس تو همین محدوده شاخص کل فعلی، یعنی بین 1,500,000 تا 1,600,000 در حال کفسازی هست و با توجه به قیمت دلار، رشد قیمت دلار از یه طرف، بهبود وضعیتی که موادی مثل مواد معدنی، پتروشیمی ها، پالایشی ها قیمتشون تو بازارهای جهانی پیدا کرده و با توجه به اینکه دولت به خیلی از این شرکت های صادرکننده ایرانی که توی همین حوزه ها فعالن، مثلا محصولات پتروشیمی یا معدنی فلزی صادر میکنن، اجازه داده که این شرکت ها 1% و بخشی از ارز صادراتشون رو توی بازار آزاد بفروشن، تو سامانه نیما عرضه نکنن. این دو سه تا عامل، یعنی رشد قیمت دلار، بهبود قیمت‌ها تو بازارهای جهانی و اینکه بتونن تو بازار آزاد عرضه کنن، به نظر من در مجموع شرکت‌های کامودیتی محور و شرکت‌هایی که تو همین حوزه‌ها فعال هستن و بنیادی خوبی دارن، در ماه‌های آینده فکر می‌کنم چشم‌انداز مناسب‌تری پیدا کنن. دولت میگفت که هر طوری که هست میخواد از بورس حمایت بکنه. بعضیا میگفتن که اصلا امنیت اقتصاد ایران به بهبود شاخص ها ارتباط داره. آیا دولت میتونه این حمایت خودش رو ادامه بده و در دراز مدت کسانی که سرمایه گذاری کردن نفع ببرند؟ ببینید، به هر حال همین دو سه ماهه که بازار به هم ریخت، تأثیرش رو سایر بازارها دیدیم، یعنی بازارهای موازی مثل بازار طلا، مسکن، ارز،
ملتهب شد. وقتی ما این حجم این میزان از اثرگذاری رو می‌بینیم به این درک می‌رسیم که دولت به هر حال باید از این بازار حمایت کنه. اگه خروج پول از بورس ادامه پیدا کنه طبیعیه که می‌تونه سایر بازارها رو متاثر کنه. و در نهایت وقتی نگاه می‌کنیم به بورس ایران، چقدر بالا و پایین شدن ها، چقدر سود و زیان این بازار مطابقت میکنه و مشابهت داره با الگوهای بین المللی، با آنچه که در عرف اقتصاد معموله؟ ببینید، با الگوهای بین المللی مطابقت نمیکنه، اما اون اقتصادها تورم ما رو هم ندارن. یعنی وقتی یه اقتصاد تورمی میشه، این تورم خودش رو توی بازارهای مختلف نشون میده. طبیعیه که هم شرکت‌ها تجدید ارزیابی کردن دارایی‌هاشون رو، از طرف دیگه وضعیت دلار دائما رو به رشد هست، خیلی از این شرکت‌ها صادرات محور هستن. یعنی میخوام بگم این اثری که میذاره اثر خیلی غیر اقتصادی و غیر طبیعی نیست. به هر حال وقتی که نرخ دلار به این شکل بالا میره، خیلی از این شرکت‌ها هم تو همین حوزه‌های فعالن، به نحوی که به صادرات و نرخ ارز مرتبطه، و مهمتر از همه تورمی که وجود داره خودش تو این بازار هم نشون میده. میخوام بگم که درسته که مثلا توی خیلی از بورس‌های خارجی شاید چنین رشدهایی نباشه، اما تو اونجاها چنین تورم‌هایی هم نیست. یعنی قیمت ارز و خود تورمی که اقتصادشون دارن به این شکل نیست که تو ایران هست. شاید منطقی نباشه، اما به هر حال یه مجموعه رو باید در نظر بگیریم دیگه. مجموعی از عوامل. بله، در مجموع منظورتون این هست که خیلی جای نگرانی نیست، من اینطور میفهمم؟ در رابطه با بورس به نظر من، با توجه به جمعی جهات، با توجه به اینکه خود دولت هم به اهمیت موضوع و اینکه اگه بورس خروج پول ازش داشته باشیم بازارهای دیگه ملتهب میشه، فکر میکنم که در دو سه ماه آینده وضعیت بهتر بشه. این روند دو سه ماه اخیر، تو دو سه هفته اخیر شاهدیم که متوقف شد روند ریزش و روی همون شاخص کل 1,500,000 تا 1,600,000 یه کفی شکل گرفته که فکر میکنم تا یکی دو ماه آینده یه رشد مناسبی رو داشته باشیم. بسیار ممنونم از مهدی الیاسی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران با ما. و جرد دایموند، نویسنده و دانشمند سرشناس علوم طبیعی آمریکا و برنده جایزه پولیتزر، پیشبینی‌های برای دنیای بعد از کرونا کرده. او امیدواره که فرهنگ همکاری بین المللی که برای مبارزه با کووید 19 به وجود اومده، موجب شکل‌گیری کارزاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی بشه. حتی قبل از کرونا هم دنیا با مشکلات جهانی بزرگی روبرو بود که نادیده گرفته می شد، مانند تغییرات اقلیمی و تحلیل رفتن منابع طبیعی. اما دنیا نتونست راهکارهای جهانی موفقی در مواجهه با اونها به کار بگیره، چون تهدیدهای واضح و قریب الوقوعی مثل کرونا نبودند و نیستند. کرونا یه تهدید واضح و قریب الوقوعه، مردم رو به سرعت می کشه. پس پیش بینی میکنم بیماری کووید ما رو مجبور میکنه که کارزاری جهانی به کار بگیریم، مانند کارزاری که موفق شد تا آبله رو در سال 1980 ریشه‌کن کنه. تغییرات اقلیمی نهایتاً شمار به مراتب بیشتری از آدم‌ها رو خواهد کشت، اما تغییرات اقلیمی یک شر واضح نیست، چون مردم رو به سرعت نمیکشه. امیدوارم و پیش بینی می کنم که دنیا از تجربه کارزار علیه شر واضحی مثل کرونا بیاموزه و به سراغ کارزارهای موفق بعدی بره، علیه مشکلات بزرگتر اما نامحسوس‌تر مثل تغییرات اقلیمی. اگه این اتفاق بیفته، کرونا این مصیبت بزرگ ممکنه میراث مثبت بزرگی هم به جا بذاره. این هم یک نگاه خوشبینانه برای دنیای بعد از کرونا. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقاومت در برابر اسرائیل را حق فلسطینی ها خواند و گفت که این مقاومت در چارچوب موازین بین المللی ادامه خواهد یافت. آقای عباس در این سخنرانی که از راه دور به صورت ویدیویی انجام شد، خواهان تشکیل همایشی بین المللی برای حمایت از فلسطینی ها شد. همزمان انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی، گفته که سیاست‌های ایران در برقراری رابطه میان امارات متحده عربی و اسرائیل نقش داشته. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. محمود عباس در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اوایل سال آینده میلادی را برای همایشی بین‌المللی جهت پشتیبانی از فلسطینیان پیشنهاد داد.
شاید امیدوار است تا آن زمان دیگر دونالد ترامپ در آمریکا بر سر کار نباشد و رئیس جمهور دموکرات آینده همدلی بیشتری با فلسطینیان نشان دهد. دونالد ترامپ بانی یارگیری اسرائیل از میان دولت‌های ثروتمند عرب شد. با این کار طرح خود موسوم به سازش قرن را پیش برد که اگر محمود عباس و گروه‌های فلسطینی به آن تن بدهند، در واقع به حذف خودشان تن دادند. گروه‌های فلسطینی کمتر زمان اینقدر خود را تنها حس کرده اند. حتی اتحادیه عرب هم حاضر نشد به خواست فلسطینیان برای موضع گرفتن در برابر روند عادی‌سازی روابط دولت‌های عربی با اسرائیل موضع بگیرد. در نتیجه تشکیلات خودگردان فلسطینی به نشانه اعتراض ریاست نشست آینده اتحادیه عرب را که به این تشکیلات واگذار شده بود رد کرد. وقتی عربستان و امارات و یارانشان پشت تشکیلات خودگردان فلسطینی را خالی می کنند، این تشکیلات دنبال پشتیبانان دیگری می رود. به طور مشخص قطر، ترکیه و چه بسا ایران. ما در یک مرحله ای باید بالاخره با ایران تعامل داشته باشیم، چون این تعاملی ضروریه. اما ایران باید بفهمه که سیاست خصمانش در منطقه کمکی به این نمی کنه که دیگران باش کنار بیان. جالبه که من در ترجمه رسانه های ایران یادداشتی از یکی از ناظران سیاسی در ایران رو میخوندم که نوشته بود سیاست خصمانه ما ایرانی هاست که باعث شده خیلی از دولت های خلیج از ما دور بشن. دور شدن از ما فقط انتخاب اونها نبوده، بلکه شعارهای 24 ساعته ما علیه اونها و درباره سلطه ما بر پایتخت‌های عربی باعث شده. ایران اگر همسایگان عربش را به سوی اسرائیل رانده باشد، این همسایگان با دوستی با اسرائیل گروه‌های فلسطینی را به سوی رانده اند که ایران هم از آن سود می‌برد. I think the same thing applies for Turkey now. همین نکته درباره ترکیه هم صادقه. ترکیه داره به عنوان قدرت با نفوذ منطقه قد علم میکنه. ما با ترکیه رابطه خیلی خوبی داشتیم که بر اساس احترام به حاکمیت همدیگه بنا شده بود. میلیاردها دلار داد و ستد تجاری داشتیم، ولی از یه جایی ترک‌ها به ایدئولوژی اولویت دادن. این ایدئولوژی هم بر اساس گذشته امپراتوری عثمانی بنا شده که بهش میگن دوران طلایی. اونها با این نگاه شروع کردن به نفوذ در جهان عرب و نتیجه هم براشون فاجعه بار بود. دو جنبش رقیب حماس و فتح که سالهای سال است میانجیگری دولت‌های عربی میانشان ناکام بوده، در استانبول گرد هم آمدند و به توافق رسیدند. توافق بر سر اینکه تا 6 ماه دیگر انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی را برگزار کنند. در اوضاع کنونی چون این انتخاباتی میتواند به نفع حماس و چهره‌های تندروتر فلسطینی تمام شود، نقش ایران را میان فلسطینیان پررنگ کند، به نفوذ جبهه‌ای میان فلسطینیان کمک کند که از قطر، ترکیه و ایران تشکیل شده. مهرداد فرهمند، بی بی سی. تجمع شماری از هواداران نجیب الله احمدزی، آخرین رئیس جمهوری چپگرای افغانستان، در کابل به درگیری و خشونت انجامید. صبح امروز شماری از هواداران دکتر نجیب الله برای گرامی داشته 24 مین سال مرگ او گرد هم آمدند، اما به گفته آنها پلیس کابل مانع برگزاری مراسم در تالار لوی جرگه شد. دولت هنوز درباره این رویداد واکنشی نشان نداده. دو روز پیش ولی شماری از احزاب جهادی از جمله گلبدین حکمتیار با صدور بیانیه خواستار جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت برای نجیب الله در تالار لوی جرگه شده بودند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. تظاهرات به جای گرامی داشت. به مناسبت 5 مهر، روز تهاجم طالبان به پایتخت و قتل دکتر نجیب، آخرین رئیس جمهور حزب دموکراتیک خلق. اعتراض مردم به ممانعت از برگزاری مراسم یاد بود از دکتر نجیب در نهایت به خشونت گرایید. درگیری میان هواخواهان، پلیس و مخالفان برگزاری مراسم.
طرفداران او این عملکرد دولت را نامنصفانه می دانند. برای برگزاری این مراسم در خیمه لوی جرگه ما از حکومت حکم رسمی گرفته بودیم، اما در دقیقه 90 به صورت شفاهی به ما خبر دادند که شما نمیتونین در خیمه این برنامه را برگزار کنید که این برخورد حکومت سلیقه‌ای و خلاف قانون و ارزش‌های دموکراسی است. طالبان 24 سال پیش در چنین روزی وارد کابل شدند. در نخستین ساعت دکتر نجیب و برادرش را با شکنجه کشتند و در چهار راهی آریانا به دار آویختند. طالبان با تصاحب قدرت پس از آن 5 سال در افغانستان حکومت کردند. حالا مردم در شکردره شمال کابل شعار مرگ بر طالبان سر می دهند. از ظلم و وحشت دوران حاکمیت این گروه می گویند و حافظه‌ای که فراموش نمی کند حتی اگر ببخشد. معترضان میگویند حامی صلحند اما مخالف حکومت موقت و خواهان عذرخواهی طالبان از مردم. خواست اصلی ما این بود از حکومت افغانستان، طالبان و کشورهای ذی‌دخل در قضیه افغانستان و سازمانهای بین المللی که جنایتهایی که طالبان در حق مردم کشور ما و ویژه در حق مردم شمالی مرتکب شدند به زودی از این چشم پوشی نکنند. جمهوری اسلامی امارات مجاهدین راوتی داخل گنفتن کی نگرانی از نظام خشونتبار طالبان اما تا قلب پای تخت رسیده. ویدیویی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد در منطقه کمپانی کابل اعضای طالبان سر راه مردم را می‌گیرند. دولت اما حضور این گروه را در پای تخت رد می‌کند. ضمن این که طالب ظرفیت و توانایی حضور را در همای شهر ندارد، بلکه وجود فیزیکی این گروه در هیچ جای پایدار دائمی نیست و اینها همیشه در حالت فرار از یک منطقه به منطقه دیگه هستند. شدت جنگ اما انکارناپذیر است. در یک ماه اخیر بیش از 5000 خانواده به دلیل تشدید خشونت‌ها بیجا شدند. وزارت دفاع گفته از آغاز گفتگوهای صلح در دوحه، حملات مستقیم، مین‌گذاری و در کل خشونت توسط طالبان تشدید یافته. اما این گروه مدعی است که در حالت دفاعی قرار دارد. همزمان مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر با وقفه مواجه شده. دو طرف در 4 روز گذشته دیدار و گفتگویی نداشتند. پس از آنکه اختلاف در 2 مورد جدی شده. زمینه کردن تفاهم نامه این گروه با آمریکا و پیشبرد این روند بر مبنای فقه حنفی یا جعفری. با این حال به نظر می رسد تلاش برای موفقیت گفتگوهای صلح افزایش یافته. عمران خان نخست وزیر پاکستان از آتش بس حمایت کرده و دعوت دولت را برای دیدار از کابل پذیرفته. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه نیز قرار است به زودی به اسلام آباد برود. کشوری که پنهان یا آشکارا در روند جنگ و صلح افغانستان نقش مهمی بازی می کند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. گزارش داشتیم در مورد موسیقی جنگ که متاسفانه این گزارش آماده نیست با پوزش به دلیل اینکه نتونستیم این گزارش رو پخش بکنیم، ولی بد نیست که الان سری بزنیم به بیت المقدس در اسرائیل، در مناطق اسرائیلی که تصاویر زنده رو از حضور معترضان در مقابل اقامتگاه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میبینیم. این 14th هفته پیاپی هست که تظاهرات در اعتراض به بنیامین نتانیاهو برگزار میشه. این البته 2th هفته‌ایه که بعد از اعلام قرنطینه کامل این اجتماع شکل میگیره که دارن در حقیقت قوانین مربوط به قرنطینه رو هم به چالش میکشن. این افراد به فساد اعتراض دارن، به شیوه اداره کشور توسط بنیامین نتانیاهو اعتراض دارند و همینطور به وضعیت کرونا اونها
شخص بنیامین نتانیاهو رو بیکفایت توصیف میکنند، همینطور به او اتهام دروغگویی رو وارد میکنند و در مورد پرونده فساد مالی که آقای نتانیاهو داره حرف میزنند و در مجموع از اوضاع اقتصادی، سیاسی و همینطور اجتماعی اسرائیل ناراضی هستند. بارها این نشست و این گرد همایی و اعتراض شکل گرفته. در هفته‌های اخیر بیشتر این اعتراض‌ها به دلیل بیان نارضایتی از عملکرد بنیامین نتانیاهو و دولت او در مدیریت بحران کرونا بوده و همینطور اشاره شده به اینکه از اقشار آسیب‌پذیر، افرادی که از نظر مالی در مضیقه هستند، حمایت کافی صورت نگرفته. البته خب دولت اسرائیل هم میگه که کمک‌های مالی رو به این قشر از مردم ارائه کرده و سعی کرده که بیمه بیکاری اونها، بیمه بیکاریشون در حقیقت مورد رسیدگی قرار بگیره و همینطور نیازهای اصلی اونها مرتفع بشه. ولی خب این معترضان همونطور که میبینید راضی نیستن و در جمعیت‌های نه چندان کم تعداد شنبه ها در نقاط مختلف از جمله مقابل اقامتگاه آقای نتانیاهو در بیت المقدس که تصاویر اون رو میبینیم اجتماع کردن. تصاویر زنده بود از بیت المقدس و ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و همینطور این برنامه و برنامه قبلی ما رو میتونید در وبسایت ما ببینید و همینطور بر روی کانال یوتیوب ما bbcpersian.com آدرس ماست و همینطور میتونید بی بی سی فارسی رو بر روی سایت یوتیوب جستجو کنید.